سلام به دوستان عزیز برنامه شاخه های این درخت کوهن ناصر شاهینفر هستم سعی می کنم که دنبال کنم صحبت هایی رو که تا هفته پیش به یه جایی رسونده بودیم اما باز ایمیل هایی که میرسه به من و اعتراضاتی که به من میشه و انتقاداتی که میشه سبب میشه که من یک تجدید نظری توی کار خودم بکنم اگر که این انتقادات سازنده باشه که ازشون ممنونم اگر ولی صحبتهایی مطرح میشه که نشون میده که نرود میخ آهنین بر سنگ اونجاست که من احساس میکنم که کار به این آسانی ها که ما فکر میکردیم نیست مشکل ها در پیش است من در یکی از برنامه های قبلی اشاره کردم به مسئله شهرتی که مردم داده بودند به این شیوخ و متصوفه که اینها کرامات دارند معجزات دارند و در اثر باور این کرامات و معجزات گروه گروه به این خانقاه ها می پیوستند و به دنبال اونها می رفتند که در نتیجه در نتیجه این باور جمعی در فرهنگ ایرانی اتفاقاتی افتاده که اون اتفاقات بسیارش برای فرهنگ ایرانی زیان بخش بوده بسیارش هم مفید بوده تا اونجایی که یک نهله فکری یک مرشدی یک خانقاهی مسجدی حجت الاسلامی هر کسی هر کسی مردم رو به راه زندگی درست راه نمایی کنه دمش گرم خوب ولی بله اونجایی که مردم رو گمراه کنه و مردم رو از توانایی های انسانی خودشون خالی کنه انسان رو پوک بکنه و همه قدرت ها رو در یک جای ندیدنی آسمان ها متمرکز کنه و تمامی زندگی انسان رو بر اثر تقدیر الهی قلم بزنه که تو به دنیا میایی کار میکنی زندگی میکنی میفتی میمیری هر آبی هم که میخوری بنا به خاص خدا بود و تو خودت هیچ کاری هستی خب این آدم هیچ کاره کاری نمیتونه بکنه اون وقت قدمی از قدم نمیتونه برداره وقتی به این باور رسید وقتی این این فلسفه رو به طور کامل باور کرد دیگه ازش چه انتظاری خواهید داشت جز که امورات شخصی خودشو بگذرونه توکل تعلالله توکل الله بره جلو بله من عرض کردم که یک شیخی بود که شهرت داده بودند که این از روی آب راه میره یا آدمی دیگه عمل راه دور بلند شد اومد رفت اون شیخ ملاقات کرد و در پایان صحبت ها و سال جوابا از اون شیخ پرسید که حضرت آقا شهرت داره که شما از روی آب راه میرید این درسته و شیخ جواب داد که در این مورد من چیزی نمیدونم وقتی میخوای بری بیرون از متولی مسجد بپرس اینم رفت و از متولی مسجد پرسید و اون گفت والا در مورد از روی راه آب رفتن که من چیزی نشنیدم و نمیدونم ولی چند پارسال زمستون ایشون اومد وضو بگیره کنار حوض افتاد تو حوض نزدیک بود خفشه و من درش بردم از آب دیگه من بیشتر از این چیزی نمیدونم خب دوست ما از به نظرم از فیضیه قوم چون اسم و رسم و امضا و اهل قلم اهل فلسفه که حالا در این ایمیل آخری اعلام کرده که در زمان کودکی در دبستان با من همشاگردی هم بوده که من البته به یاد نمیارم اه ادعا کرده که آقا شکر خوردی شکر خوردی البته من فکر میکنم ایشون معنی شکر خوردی رو زیاد نمیدونه بگذاریم که این نه آقا این آقایون بزرگان این متصرفه این نمیدونم علمای بزرگ معموریت و دستورشون این بوده که کرامات خودشون رو پنهان کنن خب این که زده, ن... زده قرازه این که زده نقیزه اگر قرار بوده خود... کرامات خودشون پراهان کنن چرا این کرامات بروز میدادن و بعد چی این برای این است که عزیز من شما به یه مطالبی باور کردی و تمام زندگی تو تمام ذهنیت تو در باور این موضوع گذاشتی و به سادگی نمیتونی از توش بیرون بیایی اگر عدد و رقم هم جلوت بگذارند باز نمیخوای باور کنی من چند تا عدد و رقم بهت میگم دوست عزیز و آقایونی که این طور باور دارید شما که میگید که 124 هزار پیغمبر آمدن برای راهنمایی مردم شما که میگویید که اصلا خداوند 6 هزار سال پیش بشر رو خلق کرده خب این روزای این 6 هزار سال رو تقسیم کنید به ظهور این 124 هزار پیغمبر خب این میشه هفته یه پیغمبر پس چرا از 1400 سال پیش به این طرف دیگه خدا یادش رفته پیغمبر برای شما بفرسته این یک دو اینکه که چرا شمایی که با داشتن یک اعتقاد مذهبی کمتر از یک درصد جمعیت دنیا رو تشکیل میدید خیال میکنید که تمام بقیه مردم دنیا کافرند و شما یکی هستی که میری به بهشت شما یکی هستی که راهنمایی شدی هدایت شدی این خدای به این بزرگی که شما ساختید این خدایی که سمدیت داره این خدایی که الرحمان و رحیمه اینکه مخالف با رحم خداوندی است که بیاد یک درصد یا کمتر از یک درصد بندگانش رو راهنمایی کنه و 99 درصد بقیه رو گمراه نگه داره که به عقوبت الهی هم برسند و در آتش دوزخ هم بسوزند این چه خدایی شما ساختید شما مأموریت دارید که نه تنها انسان رو کوچیک کنید نه تنها انسان رو از محتوای خودش خالی کنید حتی مفهوم خدایی رو هم پایین بیارید به خدا قسم خدایی رو که تو میشناسی کوچکتر، نالایقتر نادانتر از خدایی که من میشناسم انقدر ادعای خدافرستی از طریق این نوع خرافات نکنید من این برنامه رو آغاز کردم فقط به خاطر اینکه از طریق مسیر تاریخ تحولات فکری مردم اینکه مردم چگونه اندیشیدند چگونه زندگی کردند راه ببرم راهی پیدا کنم به اینکه امروز ما چرا در این مقطع زمانی در این مرحله از تمدن بشری هستیم نمیتونید دوست عزیز شما بگی که ما شیعیان که یک درصد جمعیت دنیا رو تشکیل میدیم از همه مردم دنیا شریفتریم داناترین و بهتریم اگر اینطور بود چه نیازی داشتی به کفار تو از سیر تا پیاز زندگیت رو کفار دارن برات تهیه میکنن من جوان بودم 28 ساله بودم رفیقی داشتم که مرید یک شیخی شده بود و منم دعوت کرد یک شب به خانهش که اون شیخ بیاد و ما رو راهنمایی کنه منم روی کنجکاوی رفتم و اون شیخ هم تا نزدیک های صبح ما رو راهنمایی کرد نصیحت کرد و برای گشایش در امور برای نزدیکی به خدا برای پاک شدن قلبمون صاف شدن قلبمون یک ازکار و نمیدونم اورادی رو به ما یاد داد که ما اینا رو روزی 300 بار اینو روزی 100 بار اون روزی 200 بار اون رو هی بخونیم تو دلمون نزدیکای صبح من این دستورات رو جمع کردم دیدم این خیلی زیاد شد این اگه از صبح ساعت 8 صبح که آدم میخواد کار زندگی رو شروع کنه بشینه این اوراد بگه و بخونه و تکرار کنه و فوت کنه و این کارا رو بکنه خب شب میشه دیگه کار زندگی مجالی برای کار زندگی باقی نمیمونه گفتم که آقا آقای شیخ من از شما یک سوال دارم در نهایت کوچکی میخوام که این رو به من بفهمانید شما و اون این است که اگر شما همه مردم دنیا رو دعوت کنید و همه مردم دنیا دعوت شما رو بپذیرند و بیان و این اذکار و اورادی رو که شما میگید در روز بخوانند چه کسی پیدا میشه که بره پنبه بکاره یه کسی دیگه این پنبه رو بگیره پاچ کنه کسان دیگری این پنبه رو بگیرند بریسن و به نخ تبدیل کنند و بعد اون رو ببرند به ماشین های دیگری بدن این پارچه لطیف عبای شما درست بشه هنوز به قول خود نسلجا فینیش نشده است تازه دستگاه های دیگه این رو بگیره از اون حالت زمختی خارجش کنه و بعد رنگش کنه و بعد یکی چیزی دیگه این رو بدوزه که شما رو دوشتون بندازید اگر تمام این اورادی که شما گفتید تمام این از کاری که شما گفتید من بخوانم یا همه این مردم دنیا بخوانند همه ای اینا اگر یک روز شکم گرسنه یک بچه هندی یا آفریقایی رو سیر میکنه بگید من این کار رو بکنم و اگر من به شما عرض بکنم این همین عبایی که روی دوش شما هست یک دنیا فن و تکنیک و تکنولوژی دست به دست هم دیگه دادند که این عبا به این لطیفی بیاد رو دوش شما این نخی که ریسندگی شده فرنگی ها کفار یه ماشینایی ساختند که اون ماشین ها هر سانتیمتر این نخ رو دیویست بار دور خودش تاپ میده تا این نخ به زرافت برسه و پارچهش مثل گونی نشه آخه زندگی و زندگی مادی و هستی و جهان این نیست که تمامی هستی خودت رو وقف یک باورهایی بکنی در آسمان ها و به زمین هیچ اعتنایی نکنی و به توانایی های بشر هیچ اعتقادی نداشته باشی بشر یک موجود آجزه هیچ کاریه که تمام تقدیر این رو پیشونی نوشته این رو به قول خودتون از پیش نوشتند و این مجموعه تقدیرها زندگی این آدم رو تشکیل میده خب اگر من باور کنم که مجموعه این تقدیرها زندگی من رو تشکیل میده من دیگه چه قدمی از قدمی بردارم من دیگه چه بکنم خب اون وقت دنیا به کجا میره شما معتقدید که شما یک درصد جمعیت دنیا معتقدید که خداوند شما رو درست راه نمایی کرده شما رو خوب هدایت کرده شما اشرف مخلوقات خداوندی هستید و اون 99 درصد دیگه هم کافرند و نجسند حتی پادشاهان ما اگر یه خارجی می به دربارش جاپاش خاکستر می ریختند که بعد اونجا رو آب بکشند اینقدر ما باور داشتیم که این بیگانگان این کافرها نجسند حالا این نجس ها همه چیز شما رو دارن تمین میکنند شما نگاه کن به زندگی خودت جناب آخوند جناب ملا از عبا و امامو و کفشت بگیر تا میزی که پشتش نشستی تا کتابایی که پشت سرت تو قفسه گذاشتی تمام اینا رو تکنیک و صنعت خارجی برات درست کرده و شما در نهایت عجز در نهایت پررویی این وسایل رو میرید از یارو به امانت میگیرید میخرید نمیدونم میارید گاهی اوقاتم هم نمیتونید نصبش کنید شما وقتی اون چاپخانه بزرگ رو میخواستید در فیزیه نصب کنید مگر نه اینکه که آلمانی رو اووردید که براتون نصب کنند اینو که ما میدونیم مگر نه اینکه شما اون چاپخانه رو بعد از که مونتورها رفتند فکر کردید نجسه آب کشیدید و اون چاپخانه با اون دقت و اون عظمت به دلیل اینکه شما آب کشیدید غسلش دادید اکار افتاد دو مرتبه های خارجی رو اووردید که اینو دو مرتبه راش بندازند شما نیاز دارید به غرب شما نیاز دارید به جهان امروز من به غرب و شرقش کاری ندارم شما به فراورده های تولیدی صنعتی علمی جهان امروز نیاز دارید بدون اون نمیتونید نفس بکشید اما میخواید ردش کنید دائما دارید مردم از حجمه خارجی میترسونید میدونید چرا دارید دائما مردم از حجمه خارجی میترسونید به این دلیل که اگر همه مردم متوجه واقعیت باشن تلنگری بخوره به ذهنشون متوجه شدن که این دنیا کارهاش اموراتش از کجا شروع میشه به کجا ختم میشه چه چیزهایی رو باید بیاموزند چه کارهایی باید بکنند که در قافله تمدن بشر جا بگیرند و با بقیه بشر امروزی جلو برند شما وقتی که هیچ کاره میشید شما خلیه سلاح میشید بیکار میشید برای اینه که با قرص و محکم درست مثل کلیسای قرون و وستا که جلوی علم مقاومت میکرد کاشفین رو و مخترعین رو میکشت محاکمه میکرد میسوزوند شما به همون شدت در مقابل یه فرهنگ جاری بشری مقاومید و اسمش هم گذاشتید فرهنگ استعماری فرهنگ غربی حجمه فرهنگی این حرفا چه میزنید تا کجا میخواید مردم رو اسیر نگه دارید شما جمعیت مسلمان احترام میگذارم به دینتون به اعتقادتون به صورت متعادلش نه به این شکل به من بگید که در تمام کشورهای مسلمان امروزی یک دونه سوزن چرخ خیاطی ساخته میشه اشاره نکنید به اینکه امروز دارید موشک میسازید نمیدونم تیاره میسازید اینا رو همه رو کارشناس های خارجی رو ورداشتید اووردید دارن براتون میسازن شما یک قطعه اینا رو نمیتونید بسازید شما قطعاتی در هواپیما یا موشک یا هر چیزی هست از یه تیکه آهن که این یه آلیاژیه که صد سال دیگه شما به اون آلیاژ پی نخواهید برد سرگرمتون کردند خودتون میدونید اینها رو و اینا رو وسیله تبلیغات قرار دادید شما از کاروان تمدن بشری عقبید و من میخوام تو این برنامه به مهم وطنانم بگم که ما چرا از کاروان قافله بشری از این قافله بشری ما عقب موندیم چرا ما وضعمون امروز اینه اگر ما وضعمون امروز اینه به چه دلیله؟ در درجه اول به دلیل تفکرات ماست و گرمت از بابات اندام و دست و پا با اونای دیگه فرقی نداشتیم آنچه که ما فرق داشتیم با دیگران این بودی که مغزمون رو چقدر به کار انداختیم یا چقدر متوقف نگرش داشتیم بازنشسته نگرش داشتیم اینی که من به شما گفتم در فرهنگ ایرانی با ظهور تصوف و اعتقادات دینی قلب جای مغز رو گرفت و شما هنوز داری به من ایراد میگیری و ایمیل میکنی که این حرفا چیه میزنی آقا ایمان بیار گاوان و خران بارورد اینا این حرفا چیه میزنی برادر من شما تا حالا سه تا نامه به من نوشتی در این هر سه نامه زیرش نشی گاوان و خران باروردار به زادمیان مردم آزار شعر دیگه ای بلد نیستی و بعد اینکه همشاگردی عزیز شما مدعی هستی که در سنین بین هفت تا دوازده سالگی من میشناختی و اینو کردی ملاک شناسایی در تمام نامه هایی که ایمیل میکنی اشاره میکنی که من در موقع دبستان هم این ناصر پر میدیدم حرف زیادی میزد این هم استدلاله این گفتم که مردم دیگه متوجهشن که طرز فکر شما طرز حجت آوردن شما چگونه است بله کار من سختی کار من آسون نیست باورم نمی کنم که همه یه کسانی که این برنامه رو گوش میدند تحت تاثیر قرار میگیرند و یه تلنگری به ذهنشون میخوره و میرن دنبال بکنند مطالعات بیشتری بکنند و آنچه رو که من نگفتم اونها به دست بیارند اما اگر اندکی از شنوندگان من اندکی از بینندگان من به حرف من رو درک بکنند و کار من رو دنبال بکنند و توسعه بدند و بیان کمک کنند چه در اینجا چه در جاهای دیگه این طرز تفکر رو دنبال کنیم ببینیم که چه راههایی وجود داره که ما در طول قرون اثار گذشته پی به خودمون ببریم ببینیم چه کردیم که امروز اینیم در این که ما امروز از جهان عقبتر هستیم و تمام معیارهای زندگیمون تمام در تمام معیارهای زندگی از قضا پوشاک بهداشت آزادی نمیدونم هر هر چه که شما بگید از جهان دیگر عقب هستیم چرا؟ به قول خودتون ما سرزمین ثروتمندی هم هستیم که من اعتقاد دارم نیستیم ثروت اون نیست که از زیر زمین در میاد ثروت اون نیست که از مغز بیرون میاد شما توجه بفرمایید که یه دونه اتومبیل بنز فوقش هزار کیلو آهنه آهنم کیلو چهار تومن پنج تومن بود نمیدونم چهار دلار پنج دلاره این به دست یک سندگر آلمانی تبدیل به یه چیزی میشه که میشه 100 هزار دلار و جاهای دیگه ای میشه 500 هزار دلار یک میلیون دلار ثروت اونجاست در ثروت از مغز آدم بیرون میاد نه زیر خاک و ما ایرونی ها دوچار یک فرهنگی هستیم یعنی آنچنان در ما نهادینه شده که فکر میکنیم که تمام معیشتمون رو باید از زیر زمین به دست بیاریم همه مردم دنیا میگن که فلانی پول ساخت ثروت ساخت ما میگیم پول در آورد چرا برای اینکه از به شدت ناامن بودیم از هر خانواده بگیر تا شاه و شاهزاده ثروتش رو، جواهرش رو زیر خاک قاطی کرد قایم میکرد میمرد میرفت یکی دیگه میومد بره چا بکنه میرسید به جواهر میرسید به سکه طلا میرسید به اشیاء نقره گنج به دست بیاورد در چه ما پول در می آوردیم هیچ وقت پول رو نمی ساختیم خب همه آنچه رو که امروز داریم میگیم پیوند بسیار محکمی داره با آنچه که در گذشته انجام دادیم من در خلال, خلال فرج حوادث تاریخی دنبال اینم که ما مردم ذهنمون فکرمون کجاها منحرف شد و کجاها سبب شد و چه کارهایی کردیم که سبب شد که اینطور دارای یک فرهنگ ایستا باشیم و به این ایستایی هم افتخار بکنیم امروز یکی از افتخارات که ما میکنیم این است که نوشته یه هزار سال پیشمون رو میتونیم بخونیم این دلیل ایستایی ماست این دلیل عدم تحول و تکامل ماست وگرنه انگلیسیه نمیتونه امروز شکسپیر رو بخونه فرانسویه نمیتونه متن 300 سال پیش فرانسوی رو بخونه زبان تکامل پیدا کرده متحول شده ما نشدیم ما هنوز اگر قدمون شده 150 سانت 160 سانت هنوز داریم لباس زمانی رو به تن میکنیم که قدمون 60 سانت بوده از همه جهات عجله نکنید در قضاوت کردن یه خورده پدر جان فکر کن فکر کن ببین اگر این مغرب زمین امروز نبود تو در این جهان میخواستی چه کار کنی چه جوری حالا صاحب مملکت هم شدی حالا دولت مدار هم شدی حالا در این مقام دولت مداری میخوایی به یه جمعیت 60 میلیونی 80 میلیونی فقط نون خالی بدی این دادن نون خالی خالی به یه جمعیت هفتاد میلیونی یک عالم صنعت و تکنولوژی توشه همه اینا رو تو داری از غربیا میگیری و حالیت نیست از تراکتورش از بذر کنش از کود شیمیاییش از بذر اصلاح شدهش از آسیابش از دستگاه شد تو یه خورده فکر کن پدر جان همه چیز در تو تمام نشده با این ایمانی که داری این ایمان همه مردم دنیا دارند مسیحی ها هم به خدا ایمان دارند بودایی ها هم به یک خدایی ایمان دارند برو ببین دارن چجوری زندگی می کنند شما هیچ یک از راه های زندگی رو نیاموختید بلد نیستید یک شخصی بود به نام استرابادی از درس میداد در مدرسه نظامیه در زمان سلجوقیان اما افکار شیعی داشت و به این دلیل از مدرسه بیرونش کردند این آقای استرابادی به شاگرداش گفتش که اگر میخواهید کار منو دنبال بکنید و افکار منو دنبال بکنید به جایی میرسید که برید خودتون خانه کریه کنید توش بشینید و خودتون برید دم نونوایی نون بخرید میخواید به این بدبختی بیفتید یه عمر آقا یه عده دیگه کار کردن زحمت کشیدن اووردن دادن شما خوردید از طریق موقوفات از طریق نزورات از طریق حق امام و شما هم در یک مقطع زمانی متوقف شدید و همینطور رو اون فکر کردید و مغزتون انباشتید از یک مقدار فسیل های ده قرن و قرن پیش و خودتون رو نجات بدید و حالا آمدید به حکومت رسیدید میگن ملا نصرالدین دین زنشو کتک میزد هر شب یکی از همسایه ها هم آمد گفت که ملا تو چرا زن تو هر شب کتک میزنی؟ گفت والا پول که بهش نمیدم خرج خونه بهش نمیدم لباس که براش نمیخرم جواهراتم براش نمیخرم از نظر مردانگی هم چندان قدرتی ندارم که جوابشو بدم خب باید یه جوری ثابت کنم که شوهرشم اینی که کتکش میزن این کاریست که شما الان دارید میکنید تمام فکر و ذکرتون و تمام نیروتون رو گذاشتید که زنها چادر سرشون کنن و خودتون نمیپرسید که اگر بقیه مردم دنیا که چادر سرشون نکردن چه بلایی سرشون اومده زلزله هم وصل میکنید وبا و تا هم وصل میکنید سرطان هم وصل میکنید به چادر سر کردن و چادر سر نکردن خب اینا تحمیق مردم نیست شما نمیخواید در طریق تحمیق مردم نان بخورید حالا که من دو کرمه حرف میزنم دست با چه میشید بله من اگه بخوام به این حرف ها جواب بدم وقت برامم میره برای این پاسخه ها بنابراین من دیگه به این نوع سوالات و به این نوع اعتراضات پاسخی نخواهم داد کار خودم رو دنبال خواهم کرد به امید اینکه یک درصد دو درصد از شنوندگان من یا از بینندگان من متوجه حرف من بشن و تو اونها باز یک درصد اندکی به فکر بیفتن که حرفای منو دنبال کنن توصیه بدن برن بیشتر مطالعه کنن بیش از اون که من گفتم برن از حقایق تاریخی استخراج کنن و در بیارن و برسن به یک جایی و این کار کار دست جمعی هم هست کار انفرادی نیست اون چی که من دارم میگم کاریکاتوری از واقعیت اگر قرار شده که این, این کاری که ما اینجا شروع کردیم واقعا نتیجه بده به اعتقاد من یک گروه نه من که چند تا دانشمند لازم داره و کار دائم و کار دست جمعی که بشکافیم بریم تو دل تاریخ بشکافیم یکی یکی اینا رو در بیاریم ببینیم چه شد ما یه روز آقای دنیا بودیم ما یه روز سرور دنیا بودیم ببخشید وقتم تمام شد شما رو به خدا میسپرم تا برنامه بعدی